امروز روز جمعه 21 فوریه سال 2014 برابر با دوم اسفند سال 1392. مهیر جاودانفر هستم از تل‌آویو. میخواستم راجع به گزارش‌های اخیر که از اسرائیل از یونان شنیدیم که دو اسرائیلی متدین قصد داشتن که قطعات هواپیماهای F4 فانتوم از اسرائیل به ایران بفروشند و آنها، یعنی این قصدی که داشتن وقتی که محموله رسیده بوده به یونان توقف داده شده به محموله اونها و الان اونها هم در اسرائیل این دو نفر متهم شدن، دو اسرائیلی متدین به نام آقایان اویخای واینشتاین و الی کوهن. چیزی که جالب هستش راجع به این ماجرا این هستش که این آقایون سال 2004 هم سعی کرده بودن که اسلحه به ایران بفروشن، موشک‌های ضد هوایی هاک و سیستم‌های رادار برای هواپیمای F4 فانتوم در ایران، که کسایی که مثل من در ایران بچه بودیم در زمان جنگ درست یادمون این هواپیما رو یکی از هواپیماهای اصلی و مهم و میشه گفت ستون فقرات نیروی هوایی ایران بود در این زمان علیه نیروی هوایی صدام حسین که به شهرهای ایران حمله میکرد. چند تا سوال برای من وجود اومده. اولا اینکه چجوری میشه که دولت ایران با کسایی که حالا نمیگم دولت ایران نمیگیم حالا نژاد پرسته ولی میدونه این دو نفر با اسرائیل میتونن روابط داشته باشند، چجوری شده که، یعنی احتمالش وجود داره یا شاید هم کاملا میدونستن که این دو نفر با اسرائیل روابط دارند، چجوری حاضر شده که نه فقط در سال 2004 بلکه 10 سال بعد در سال 2014 هم موافقت بکنه با معامله کردن با این آقایون و برای خرید اسلحه هایی که از اسرائیل می اومده، یا بگیم حتی دولت ایران نمیدونسته، فرض کنیم که دولت ایران اصلا نمیدونسته که از اسرائیل میان از یونان میان، فرض کنیم که اصلا دولت ایران فکر میکرده که از یونان میان از اسرائیل نمیان، ولی هیچ وقت تو ایران این سوال نشده از خودشون که این کسایی که قبلا سعی کردن اسلحه به ایران بفروشن با اسرائیل روابط دارن، در اسرائیل زندگی میکنن، چرا ما از اینها اسلحه بخریم؟ ببینید به نظر من هنوز این نشان دهنده این هستش که احتمالش وجود داره که در سیستم نظامی ایران کسایی هستن که به رغم شعارهایی که ما میشنویم در خود ایران هنوز حاضر هستن که با اسرائیل معامله بکنن. این میتونه، البته من نمیدونم، ولی احتمالش وجود داره که این میتونه یک مثال باشه. مثال‌های دیگر رو من راجع بهشون توی مقاله‌ای که برای روزنامه آلمانیتر نوشتم راجع بهش صحبت کردم که سال 2006 کارشناسان اسرائیلی به نقل روزنامه یدیوت آخرانوت که یکی از معتبرترین روزنامه‌های اسرائیل هستش، کارشناسان اسرائیلی با لسپاسه که یعنی پاسپورت موقتی هلندی بوده به ایران رفتند برای کمک به بازسازی مناطق زلزله زده در شهر بم، چون اون وقتا بعضی از جاده ها رو و دولت اسرائیل شرکت های اسرائیلی درست کرده بودن و پول ها رو، و راجع به این که در اواخر سال 90 میلادی اواخر دهه 90 میلادی معذرت میخوام کارشناسان کشاورزی اسرائیل رفته بودن به ایران و دولت ایران اینها رو میدونسته و دولت اسرائیل هم خودش به نقل رسانه های خارجی به این یعنی تو این اجازه داده که اینو اخبارها در اسرائیل چاپ بشن. نباید فراموش بکنیم که در اسرائیل اگه مثلا اگه داستان خیلی نظامی باشه میتونن که جلوشو بگیرن، ولی جلوی داستان رو نگرفتن. در روزنامه یدیوت آخرانوت که صحبت کرد که کارشناسان اسرائیلی با پاسپورت لسپاسه موقتی هلندی وارد ایران شده بودن. میشه تنها چیزایی که البته ما نمیدونیم، داستان مبهم هستش، ولی چیزی که میشه فرض کرد و این فرض به نظر من میتونه تا حدی معتبر باشه این هستش که بعضی وقتا ما شاهد روابط به قول معروف زیرمیزی بین این دو طرف میتونیم باشیم و بودیم و نباید فراموش بکنیم که دولت اسرائیل در زمان جنگ ایران و عراق به ایران اسلحه فروخت و دولت ایران کاملا میدونست که این اسلحه از اسرائیل میاد و آنها را خرید
و امکانش وجود داره که این روابط زیرمیزی بین هر دو طرف شاید ادامه پیدا بکنه. احتمالش هم هستش که این آقایون کاملا داشتن بر علیه و برخلاف قانون اسرائیل عمل میکردن و این کاری که کردن برخلاف قانون اسرائیل هستش کاملا، چون کسی حق نداره به ایران با پاسپورت اسرائیلی حتی سفر بکنه، حالا چه برسیم که بخواد اسلحه بفروشه. ایران کشوری هست که زیر تحریم هستش، الان تحت تحریم هستش و میتونست که فقط این دو نفر هیچ ارتباطی به دولت اسرائیل نداشته باشن و این احتمالش هم وجود داره. ولی اینکه این آقایون قبلا دستگیر شده بودن و در ایران میدونستن که این آقایون دو نفر که میخواستن اسلحه بفروشن کی هستن و حاضر شدن دوباره از اونها اسلحه بخرند، به نظر من سوالهایی رو به وجود میاره که جوابش میتونه خیلی جالب باشه. البته ما الان داریم فرض میکنیم و باید منتظر باشیم که ببینیم محتوای این داستان چی هستش، ولی این دوباره نشون میده که روابط بین ایران و اسرائیل به رغم شعارهایی که ما میشنویم از هر دو طرف، در ایران شعار میدن در اینجا شعار میدن، شاید یک ابعادی وجود داشته باشه که پشت پرده هستش و ما از اون خبر نداریم. در طولان جنگ ایران و عراق ما دیدیم که این میتونه ممکن باشه و این امکان هنوز وجود داره که هر دو طرف با هم روابطی داشته باشن که ما راجبش اصلا هیچی ندونیم. ساعت 10:08 به وقت تل‌آویو، مئیر جاودانفر سرما خورده، با معذرت سلامی خورده گرفته، شما رو به خدا میسپارم.